با نام خدا. سلام، صبح بخیر. من مهدی طهانی همراه با شما. برنامه شمارش معکوس بازار امروز چهارشنبه 22 دی ماه سال 1400 رو از استدیوی بورسان تهران آغاز میکنم. میخوایم بریم صحبت بکنیم با آقای علی سعدوندی، کارشناس محترم مسائل اقتصادی و مالی، و از ایشون راجع به اثراتی که میتونه حذف ارز 4200 تومانی بر اقتصاد و شرکت‌ها بذاره بپرسیم. سلام، صبح بخیر آقای سعدوندی. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و مجدد اینجا هستید. خب آقای سعدوندی، شما چه سناریوهایی رو برای حذف یا تغییر تخصیص ارز ترجیحی متصورید؟ با شمایی. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب طهانی عزیز. عرض تشکر دارم به خاطر زحماتی که در برنامه خوبتون میکشید و مجددا تشکر میکنم به خاطر موضوع خوبی رو که امروز مطرح کردید و انتخاب کردید برای برنامه امروز. ببینید، عرض 4200 در طی 3 سال گذشته روایتی که فعلا به نظر میرسه که معتبرتر هست این هست که یک چیزی حدود 65 میلیارد دلار منابع ارزی کشور متاسفانه به عرض 4200 تخصیص پیدا کرده. برای اینکه این بدونه که چقدر این 65 میلیارد دلار بزرگ است، اگر ما می‌خواستیم که مترو تهران رو به طور کامل تکمیل کنیم، شاید 6 7 میلیارد دلار احتیاج داشتیم که به سطح کشورهای اول دنیا برسیم، یا اگر می‌خواستیم که از نظر حمل و نقل ریلی کشور رو کاملا، این سیستم ریلی کشور رو کاملا تجهیز کنیم، احتمالاً به یک چیزی حدود 20 تا 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشتیم. اما ما متأسفانه این سرمایه‌گذاری‌ها انجام ندادیم. در دوران تحریم از ارز ارزشمندی که برای ما ارزشش بیشتر هم بود، در جهت اعطای یارانه برای مصرف استفاده کردیم. اما مسئله اینجاست که حالا اگر ارز 4200 حذف بشود چه عواقبی برای اقتصاد دارد. برخی از افراد اعتقاد دارند که تورم به شدت افزایش پیدا میکنه، در حالی که تجربه گذشته لااقل از نظر علمی نشون داده که آثار تورمی تغییر قیمت های نسبی بسیار پایین است. در مقابل، حذف این نوع رانت پاشی ها باعث خواهد شد که بخش تولید از یک سری محدودیت ها رها بشود. اگر این اتفاق بیفتد، که فعلا مشخص نیست که آیا قرار هست این اتفاق بیفتد یا نه، اگر این اتفاق بیفتد، خدمتتون مثال هم میزنم، اگر این اتفاق بیفتد واقعا میتونه بسیار مؤثر باشه در رشد برخی از صنایع و شرکت های بورسی. مثال میذارم خدمتتون، مثلا صنعت بسته‌بندی روغن در ایران جایگاه ویژه‌ای داره. این روغن ها میتوانستن در کشورهای منطقه هم به فروش برسن، میتونستن صادر بشوند و میتونستن بازار برای ما ایجاد کنند، ولی به دلیل اینکه شرکت های بسته‌بندی روغن، البته منظورم روغن خوراکی هست، به بسته‌بندی روغن خوراکی موظف هستند که ارز 4200 دریافت کنند یا اصلا به جز این نمیتوانند کار دیگری انجام بدهند، چون از صحنه رقابت حذف میشوند. این هست که اینها به ارز 4200 استفاده میکنند ولی اجازه صادرات ندارند، یعنی از بخش عمده ای از ظرفیت بالقوهشون نمیتونند استفاده کنند. حالا اگر که ارز 4200 آزاد بشه و قیمت مثلا روغن خوراکی به قیمت مثلا روسیه برسه، که قطعا قیمت خیلی پایینی هم هست ولی فکر کنم بیش از دو برابر ایران باشه، خب این در واقع با حاشیه سود این شرکت ها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. به جز این مسئله، مثلا شرکت های تولید کننده پروتئین هست، تولید کننده مثلا مرغ هست در کشور، یا تولید کننده گوشت هست، که اینها هم به نحوی دارند در واقع فعلا ارز 4200 دریافت میکنند. البته در سالهای گذشته بخشی از خوراک دام کشور حالا به یک نحوی در بازار آزاد تعیین قیمت شده. این چگونه هست معلوم نیست، چون که همه خوراک دامی که وارد میشه 4200 هست ولی در بازار آزاد اینها خریداری میکنن. علی ای حال، اگر که محدودیت از این شرکت ها هم برداشته بشه، به نظر میرسه که به نفع این شرکت ها باشه. مون تا ممکنه اتفاقی بیفته، ارز 4200 یا مثلا سوبسیدی که روی خوراک دام میدن رو حذف کنند، از اون طرف محدودیت های قیمتی رو حذف نکنند. اگر چنین اتفاقی بیفته، اون وقت سناریو کاملا معکوس خواهد شد. درسته. خب الان یه بحث این ارز 4200 تومانی که باعث نگرانی شده و امروز هم دنیای اقتصاد بهش پرداخته بود، این بودش که خب عده‌ای عنوان میکنن که وقتی این نرخ حذف میشود تورم بزرگی ایجاد میشه و مثلا قیمت مرغ میشه کیلویی 70000 تومان، گوشت اعداد بیشتری میشه و مسائل اینچنینی. شما میفرمایید که نگرانی این عده نگرانی به جای نیست، که البته در همون مقاله هم که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که احتمالاً دولت
میره سمت اینکه حاشیه سود این شرکت ها رو کم بکنه که اون جهش های قیمتی محصولات اتفاق نیفته. یعنی یه بحث قیمت گذاری هم اونجا برای اون شرکت ها خواهیم داشت. آیا به این سمت میریم یا با اون سمتی که شما امیدوارید که بریم و مثلا صادرات هم داشته باشیم و حاشیه سود ها افزایش هم پیدا بکنه؟ بله، ببینید در گذشته هم بارها و بارها شده که این در واقع راند پاشیایی که صورت میگرفته مثلا از طریق ارز، در گذشته هم اینها سعی شده خونسا بشه. در برخی مواقع در سیاستگذار بسیار موفق بوده و در بسیاری مواقع بسیار ناموفق. کی موفق بوده؟ وقتی طرف ارزه رو گسترش داده. کی ناموفق بوده؟ وقتی که در طرف ارزه دخالت کرده. دقت میفرمایید؟ یعنی همین الان هم دو تا سیاست هست. یکی این هست که ما ارز 4200 رو حذف کنیم، خزینه های حذف ارز 4200 رو به ارز کننده و تولید کننده منتقل کنیم. این اتفاق میتونه بیفته خیلی راحت با یک چرخش قلم مقام عالیه اجرایی کشور میتونه این اتفاق بیفته. و نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که در مرحله بعد مرغدارها دیگه در واقع جوجه ریزی نمی کنن، دیگه پرواربندی انجام نمیشه. این هست که تولید پروتئین کشور به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. انتخاب صلاح مملکت خویش خسروان دانند، متاسفانه مشورت پذیر هم نیستند این خسروان. دقت میفرمایید؟ اگر که اجازه بدهند طرف ارز رشد کند، من خدمت شما جناب طهانی عرض میکنم ممکنه که قیمت مرغ یک ماه دو ماه اورشوت بکنه به 70000 تومان هم برسه، اما من به جرئت خدمت شما عرض میکنم وقتی که طرف عرضه گسترش پیدا کنه که در زمینه مثلا تولید مرغ یا در زمینه تولید روغن خوراکی خیلی سریع این اتفاق خواهد افتاد. یعنی در عرض دو سه ماه این اتفاق خواهد افتاد و شما خواهید دید که مقدار تولید و مقدار فروش و سامان بازار، این نوع بازارها به سرعت اصلاح خواهد شد و اگر این اصلاح صورت بگیره مطمئن باشید قیمت به 70000 تومان نمیرسه. هرچند که وقتی که در افواه همه جا بگن که آقا قیمت مرغ قرار بشه 70000 تومان، ببین میگن سلف فولفیلینگ پروفسی، همه مردم یک کشور در برداشتشون این است که قیمت مرغ قرار بشه 70000 تومان. اگر این نوع انتظارات در واقع قیمتی رو شکل بدیم در جامعه، خب این اتفاق در کوتاه مدت میفته. اما نکته دیگری هم خدمتتون عرض کنم، اینکه قیمت مرغ بشه 60000 تومان یا 70000 تومان هیچ دلیل نمیشه که تورم افزایش پیدا کنه و خواهید دید حالا اگر که ارز 4200 حذف کنند، هر کدام از این سیاست ها رو هم که در پیش بگیرند، برداشت بندی این هست که در واقع نرخ تورم کاهش خواهد یافت. البته این به این معنی نیست که نرخ ها منفی خواهد شد یا مثلا قیمت ها نزولی خواهد شد. نه، نرخ تورم کاهش پیدا میکنه. آقای صدمندی، ببینید اختلالاتی که شما در عرض کردم خدمتتون، اختلالاتی که در سیستم عرضه شما دارید به افزایش تورم می انجامد. وقتی این اختلالات رو شما حذف میکنید، کاهش تورم رو در پی دارد. وقتی شما الان یک بازاری دارید مثل بازار بسیار گسترده تولید پروتئین در کشور که به خاطر اعطای ارز 4200 سالهاست در این بازار شما دخالت کردید و اجازه رشد این بازار و اجازه به تعادل رسیدن این بازار رو ندادید، طبیعی است که این بازار محدود شده باشه. ببینید تورم جای شکل میگیره که رشد پول نسبت به رشد تولید فزونی پیدا کنه. هر جا که شما تولید رو افزایش بدید، هر جا که روی طرف عرضه تأثیر مثبت بگذارد سیاست گذار، مطمئن باشید سیاست ضد تورمی است. برعکس، هر جا که شما آمدید قیمت گذاری کردید، از طریق مثلا قیمت گذاری یا سایر محدودیت ها طرف عرضه رو محدود کردید، این سیاست یک سیاست تورمزاست. ما چرا در 3 سال گذشته رکوردهای تورمی چند دهه گذشته رو پشت سر گذاشتیم؟ یک دلیل عمدهش به باور بنده همین سیاست‌های دخالت در طرف عرضه است، همین سیاست‌های قیمت‌گذاری است. سیاست‌های قیمت‌گذاری به ظاهر ضد تورمی و در باطن ابر تورمی است. اگر ما بدهی خارجی بالا کشورمون داشت، مطمئن باشید با این سیاست تا الان ما باید در مسیر ونزوئلا حرکت می‌کردیم. اینکه اقتصاد کشور ونزوئلایی نشد، یک مقدار به خاطر قابلیت‌های نهفته اقتصاد ایران است. وگرنه سیاست‌های محدود کننده طرف عرضه همه در جهت ابر تورم متأسفانه در کشور حرکت کرده بود. خب ما یه ارز 4200 تومانی داشتیم که به نظر میرسه بیش از 60 میلیارد دلار هم تخصیص پیدا کرده، به نظر میرسه به ته خط رسیده. برخی از کارشناسان دارن میگن در اقتصادی که یه ارز نیما داری بعد یه ارز آزاد داری،
بعد یه مفهومی به نام مذاکرات اتمی رو داری که همواره بالای سرت هست و حالا به بهانه حقوق بشر یا موارد دیگه این اقتصاد داره تحریم میشه. خب رسما داریم فقط از یه ارز 4200 تومانی به یه ارز نیمایی شیفت میکنیم که کنارش ارز بازار آزادی داره که بعداً باز میتونه دوگانگی ارزها رو داشته باشه. فکر میکنید در این فضا تا کی ما این بازی نرخ‌ها و قیمت‌گذاری‌ها رو داشته باشیم؟ بله ببینید، این نظریه که در مورد بازار نیما هم اشاره کردید بسیار مطلب درستی هست. دقت می‌فرمایید وقتی که ارز 4200 اجرا شد، در ارز 2 3 ماه مشخص شد که این سیاست کاملا شکست خورده. برخی از افراد، حالا من نمیدونم با نیت خیر بوده با نیت سوء بوده، ولی مشهور هست که میگن سنگ فرش راه به جهنم با نیت‌های خیر سنگ فرش شده، یعنی راه در واقع تخریب اقتصاد کشور خیلی وقتا با نیت‌های خیر متاسفانه پیموده شده. در این مورد هم همینطور بوده. یعنی ببینید، اومدن به جای اینکه ارز 4200 از بین ببرن، به جای اینکه اجازه بدن مکانیزم بازار خودش عمل بکنه، که اگر اجازه داده بودن مکانیزم بازار عمل بکنه، من بارها خدمت بینندگان عزیز عرض کردم که برداشت بنده این هست که قیمت ارز در نهایت، من نمیگم به 7 تومن میرسید، من نمیگم به 1000 تومن میرسید قیمت ارز، ولی برداشت بنده این هست که اگر که اجازه میدادن که بازار مکانیزم خودش رو جلو بره، قیمت ارز الان یه چیزی بین 10 تا 15 هزار تومان بود و مطمئن باشید نرخ تورم بسیار کمتر از اینها بود که امروز هست. در مورد بازار نیما اتفاقی که افتاد این بود که یک رانتی رو صادر کننده دریافت میکرد که ما باید سعی میکردیم که انگیزه لازم رو ایجاد کنیم که این رانت به افزایش تولید در کشور بیانجامد. اما در مقابل این اومدن رانت صادر کننده رو در واقع صادر کننده رو سرکوب کردن، صادر کننده رو به یک عبارتی از نظر اقتصادی مفتزح کردند و رانت صادر کننده رو منتقل کردن به وارد کننده. خب این چه شد؟ این در واقع اون با ارز 4200 به نحو دیگری در بازار نیما تکرار شد. خب ارتباطمون با آقای سندمندی قطع شد، دوباره ایشون رو به نظرم میرسه که داریم. داریم شما را های سدبندی داشتید میفرمودید در مورد سامانه نیما و مسائلش. بله، این که شما ارز 4200 الان حذف بشه و تبدیل به نیما بشه یک قدم مثبت هست. یک قدم مثبت دیگر اخیراً دیده شده که یک مقدار نرخ نیما رو اجازه دادن افزایش پیدا بکنه. این هم قدم مثبتی است. اینکه تک نرخی ارز بشود بسیار قدم مثبتی است. منتها یک خطر بسیار بزرگی اقتصاد ایران تهدید میکنه و اون این هست که به نظر میرسه، دقت بفرمایید، این یعنی نیت‌ها بعضی وقت اصلا از نظر کلی ممکنه خیر باشه. به نظر میرسه کل این بازی شروع شده، بازی تکنیکی کردن ارز شروع شده که نرخ تسعیر ارز رو که ارز نفتی رو پترودالر رو در بودجه سال 1401 محاسبه میکنن، میخوان به 23000 تومان افزایش بدن. این نرخ در 1400 بوده 11500 تومان. دقیق میفرمایید این یعنی افزایش ایجاد پایه پولی. خب اگر پای پولی در این حد بخواد افزایش پیدا کنه، البته درصدش از درصد 1400 کمتر خواهد بود، ولی اگر تا این حد افزایش پیدا کنه، ما متاسفانه شرایط تورمی در سال 1401 هم خواهیم داشت. این شرایط تورمی به ضرر کل جامعه هست، ولی در کوتاه مدت حالا برای بازار سرمایه ممکنه تا حدی مفید باشه. حالا محاسباتی که من انجام دادم میگه که بهتر برای بازار سرمایه این هست که ما سیاست ضد تورمی در پیش بگیریم و سیاست آزادسازی در پیش بگیریم و اجازه بدیم نسبت‌های پی بی ای ما به جای اینکه در نهایت به 4 تا 5 برسه، اجازه بدیم نسبت‌های پی بی ای ما بره بالای 10 یا حتی بالای 15 قرار بگیره. این حالا بحث جدایی است، اگر فرصت داشتید یک زمانی من در خدمتتون هستم. بله البته اون یک رویاییه که پارسال داشتیم بهش می‌رسیدیم، ولی خب فهمیدیم که خواب بودیم و بیدارمون کردن. خب الان راجع به همین مسئله پایه پولی، آیا دولت گزینه دیگه‌ای هم داشت؟ یعنی اگر شما جای دولت بودید، نمی‌اومدید دلاری که در بودجه داره حساب و کتاب میشه رو واقعی‌تر می‌کردید؟ اصرار می‌کردید باید دلار بودجه هم 11500 تومان باشه؟ نه خیر، مطلقاً من چنین کاری نمی‌کردم. این اساس اضمحلال اقتصاد ایران در طی 50 سال گذشته است. این اتفاقی هست که در مقابل بزرگان صنعتگر و کسانی که اقتصاد ایران رو به اقتصاد صنعتی در دهه 40 تبدیل کردن مطرح شد. از دهه 1150 این ابداع صورت گرفت که ما چون مازاد درآمد ارزی داریم و کمبود درآمد ریالی داریم، این ارز رو بیایم به بانک مرکزی بفروشیم. حالا جالب اینجاست، در
مقابل انتقاداتی که بنده امسال ششمین سالی هست که در موعد بودجه همواره بنده انتقاد کردم، امسال به بنده مطرح شده از چند طریق مختلف گفتن که ما این تفکیک بودجه ارزی از ریالی رو انجام دادیم. یعنی فاجعه‌ای بوده که در سیاست گذاری اقتصاد ایران صورت گرفته که از یک طرف موجب بیماری هلندی شده و از طرف دیگر موجب در واقع تورم شده. چرا ایران مزمن‌ترین تورم دنیا رو داره؟ به خاطر اینکه ارز پترودلار رو ما اومدیم از طریق بانک مرکزی تبدیل به ریال کردیم. حالا کاری که میخواد در سال 1401 بکنه، یک قسمتش خیلی واقعا جای تاسفه، یک قسمتش این هست که اومدیم ارز رو حالا ظاهرا میخوایم بفروشیم به بانک ملی. دولت میگه اگر ما ارز رو به جای اینکه به بانک مرکزی بفروشیم به بانک ملی بفروشیم، مشکلات اون حل میشه. یعنی تفکیک بودجه ارزی از ریالی رو که در دهه 40 انجام شد و اتفاقا بعد از انقلاب هم 2-3 سال در انتهای جنگ و یکی دو سال بعد از جنگ هم اتفاقا حداقل پیوست ارزی بودجه داشته، اما به جای اینکه این قضیه صورت بگیره اومدن گفتن که ارز رو بفروشیم به بانک ملی. خب بانک ملی هم یک شبکه گسترده صرافی در کشور داره، در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در نهایت این اتفاق میفته که متاسفانه قیمت ارز به پایین‌تر از قیمت تعادلی میرسه. اگر قیمت تعادلی بلند مدت ارز الان در اقتصاد ایران برای سال 1401 رو یه چیزی بین 20 تا 25 تومان در نظر بگیریم، چه بسا اگر که این سیاست در پیش گرفته بشه، چون هر چه ارز نفتی هست وارد بازار خواهد شد، متاسفانه قیمت ارز ممکنه حتی زیر 20 تومان هم بیفته. به نظر من بزرگترین تهدید اقتصاد ایران و بزرگترین تهدید برای بازار سرمایه این هست که نرخ ارز رو ما بیاریم پایین‌تر از نرخ تعادلی قرار بدیم و بیماری هلندی رو دوباره احیا کنیم. به نظر میرسه که بودجه 1401 در جهت احیای بیماری هلندی داره حرکت میکنه. من برداشتم این است که اگر تحریم ها لغو نشود، بهتر از این است که تحریم ها لغو بشود و از درآمد حاصل از فروش ثروت در جهت تخریب اقتصاد ایران از طریق بیماری هلندی اقدام کنیم. بله، اتفاقی که ما سال 94 تا 96 هم شاهدش بودیم، اون زمان دوران سرخوشی ما بود، ولی وقتی ترامپ از اقتصاد خارج شد فهمیدیم که اقتصاد ایران رو دست و پا بسته گذاشتن جلوی شمشیر تحریم و شمشیر تحریم هم گردن اقتصاد ایران رو زد و مردم در سفره‌هاشون این ماجرا رو تجربه کردن. به هر حال کسایی که پول داشتن وضعشون بهتر شد، ولی خب مردم این وسط قربانی اقتصادی این ماجرا بودن. خب میخوام برم آخرین سوال رو بپرسم. شما الان در دورانی هستیم که خب میگیم که ارز 4200 تومانی داره تغییر تخصیص پیدا میکنه. بزرگترین اشتباهی که فکر میکنید در این تغییر تخصیص ممکنه اتفاق بیفته و دارید نگاه میکنید روندو و میگید اگر این اشتباه ها بشه کلن این فرایند یک فرایندی میشه سال بعد میگیم کاشکی برگشته بودیم به قبل رو، چی میدونید؟ چون به هر حال اتفاق خیلی مهمی هستش و آثار اجتماعی هم ممکنه داشته باشه و برای شرکت ها هم میتونه خیلی مهم باشه. بزرگترین خطای سیاستگذاری رو در این تغییر در روش اجرا چی میدونید؟ بله، عرض کردم دو تا خطر خیلی بزرگ هست. یک خطر و هر دوش به نظر میرسه که ممکنه که جلو بره و انجام بشه. خطر اول این هست که به جای این که این حذف ارز 4200 به آزادسازی بازار این بازارها بیانجامد، به آزادسازی بازار دارو مثلا، به آزادسازی بازار در واقع تولید پروتئین در کشور، به آزادسازی بازار تولید روغن خوراکی در کشور بیانجامد، ممکن هست که نظر سیاستگزار بر این قرار بگیره که حاشیه سود شرکت ها رو کاهش بده. ببینید سیاستگزار ما فعلا تجربه کافی رو به باور بنده نداره. چرا اینو خدمت شما عرض میکنم؟ شما ببینید اگر امسال اجازه میدادن که خودرو به قیمت بازار آزاد به فروش برسه، این در واقع زیان انباشته چند ده میلیارد تومانی که شرکت های خودروسازی بزرگ ما دارند این جبران میشد. در واقع بدهی هایی که بانک ها دارند، بدهی هایی که سال های سال هست که امحال شده و در واقع بدهی معوق هست و بدهی حتی سوخت شده به حساب میاد، این بدهی ها پرداخت میشد، نظام بانکی در واقع سرزنده میشد، یک مقدار نظام بانکی قدرت بیشتری پیدا میکرد و از اون طرف جلوی تورم هم گرفته میشد، چون ناترازی در نظام بانکی دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران هست. دقیق میفرمایید. به جای اینکه این قضیه صورت بگیره، اومدیم بازم اجازه ندادیم، علی رغم اینکه خودروسازی ها متاسفانه زیانده هستن و فشار خیلی سنگین رو به اقتصاد
وارد میکنند، اجازه ندادیم که این بازارها به تعادل برسه و همون سیستم سابقی که قطعا غیر شرعی هم هست. حالا ما دیگه بالاخره میگیم یه کشوری هستیم که میخوایم بر اساس اصول شرعی عمل کنیم، در اینجا که مطلقا اصول شرعی هم در نظر گرفته نشده. بزرگترین کازینو در دنیا رو ما در بازار خودروی ایران به وجود آوردیم، بزرگترین بخت آزمایی ها در دنیا هست این بازار خودرویی که ما الان داریم و کمترین نسبت ها رو ممکنه افراد سود ببرند از این کازینو. ولی حتی میام این کارم انجام میدیم ولی حاضر نمیشیم که آزادسازی داشته باشیم. من نگرانی خیلی جدی دارم ارز 4200 هست بشه روی حاشیه سود شرکت ها، بجون که تاثیر مثبت بذاره تاثیر منفی بذاره، از این طریق روی بورس تاثیر منفی بذاره. خیلی من نگران این قضایا هستم. متاسفانه سیاست گذارم نشون داده در این چند ماه گذشته که مطلقاً توجهی به بورس نداره. ما شاید بنده هم مثل شما یه مقدار، یا نمیدونم شما این خوشبینی رو داشتید، ولی بنده و بسیاری از افرادی که فعال بودن در بازار سرمایه، وقتی که مثلا وزیری منصوب میشه که بارها و بارها در زمان نمایندگی در مورد بورس صحبت کرده، ما در واقع یک خوشبینی داشتیم در تابستان سال گذشته که متاسفانه الان این خوشبینی جایگزین شده با بدبینی خیلی شدید و بی‌اعتباری که برای سیاستگزار محترم ایجاد شده. امیدوارم که از اون تجربه گذشته درس بگیرن و روی حاشیه سود شرکت‌ها تأثیر منفی نگذارن. نکته دوم، خطر دوم عرض کردم خدمتتون. تمام این سیاست‌ها به نظر میرسه که مقام محترم در بودجه‌ریزی کشور در سازمان برنامه تمام این بازی رو اومده تنظیم کرده که نرخ تسعیر ارز افزایش بده. این برای اقتصاد ایران فاجعه است. باید بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک بشه، باید کسری بودجه ریالی آشکار بشه. وقتی کسری بودجه ریالی آشکار شد، در نهایت میرسیم به این که از چه طریقی بهینه هست که این کسری بودجه ریالی تامین بشود. خیلی ممنون آقای صدمندی از اینکه امروز در برنامه هم بودید. ایشالله ما یه برنامه دیگه در خدمت شما خواهیم بود در مورد همون پیبرئی که شما در موردش صحبت کردید و خدا نگهدار. بله متشکرم از شما، خدا به شما توفیق بده، خدا نگهدار. سلامت باشید.